داداش، مثل که دوربر آدمایی هستن که نمیتونی راحت صحبت کنی. شما فکراتو بکن، ما بعدن تماس میگیریم. چی شد؟ هیچی. شما را حساب گرفته ازش؟ نه. گفتم یه چیزی بهش بده که اقلا کرایه اومدن اینجا شده هر بیاری بهش بدی. نه داد دیگه، نشد. اصرار میکردی؟ کردم، نشد. خیلی خوب، گذرت افتاد به آژانس، برو اونجا یه چیزی بزی کف دستش. باشه چشم. بله. مریم بانو میخوان شما رو ببینم. بله. یه دقیقه صبر کن اومدم. سلام آقا یابا. سلام علیکم. خیلی خوش آمدی مریم بانو. ممنون. بفرمایید. شما بفرمایید شکر کنید. بفرمایید. یالا امروز رفتم آگاهی، گفتن داریم یه کارایی میکنیم، مثل اینکه به یه نتایجی رسیدن. من میخواستم ازتون تشکر کنم، خیلی زحمت کشیدین، برادری کردین. شوکت خانم خواهری کرد. قربان شما برم. نمیدونم اگه شماها نبودین چطوری میتونستم این حرفا چیه میزنی؟ ما خودمون مثل شما صاحب اعضا بودیم. میدونی کاکا، من یه کوه پشت سرم از دست دادم، اما خب یه کاکا دارم این شما، یه خواهر دارم این شوکت خانم. عزیزم خدا حفظتون کنه. خدا شما رو حفظ کنه. خدا ایشالله بهتون سلامتی بده. امیدوارم غم آخرتون باشه. یه چی دیگه هم هست، گفتم اگه اجازه بدین زحمت رو کم کنم. زحمت چه سیخه‌ایه، شما همش رحمتین. میخوام برگردم شیراز، با خالم صحبت کردم، قراره برم پیش اون. اینجا اذیت شدی؟ نه خدا به سر شاهده، اینجا این خونه خودم بود به جان شامیز. پس لااقل تو چهلوم بیمو. گفتم بیام اجازه بگیرم. یه چیزی بگم، من یه عمر شامیز گفتم، گفت نه. شما دیگه به من نگو نه. من دل شکستم، منو دل خوش کن. اقلا میتونی با یه آره یه جایی این چینی شکسته رو بند بزنی دیگه. ببین من یه رفیقی دارم تو شیراز، بهش سفارش کردم که توی یه محل خوب یه خونه برای شما پیدا کنه با حیاط و حوض و گلکاری، چون میدونم گلکاری رو دوست داره، که بری اونجا بشینی. دوست داشتی بشین، دوست نداشتی اجارش بده. گفتم هیچی کم و کسر اونجا برات نذارن. میدونین کاکا اگه شامیز بود که میگفت. آره اگه شامیز بود میگفت نه، ولی یه چیزی هم میگفت به من، میگفتش که یاور مواظب زن من باش، این به اون در. دلم خوش کن خواهر، به دلخوشی احتیاج دارم، لازم دارم دلخوشی رو. هرچی شما بگی، صاحب اختیارین کاکا. خونه اینجا رو چی کار میکنی؟ اون که امانت بود، یه ذره خرت و پرت توش داشتیم که اونم اونجا یه دست محتاجم، میدمشون به اونا. فقط کتابای شامیز رو میبرم که همه عشقشونا بود. به سلامتی، هر وقت خواستی بگو برات بلیط طیاره بگیرم. ممنون، دستت درد نکنه.
باشه باشه، گفتم چشم دیگه، شما بعد خلقی نکن. باشه دیگه، من قبل از اینکه میخوام برم خونه حتما میام اونجا یه سری میزنم. یکی دو ساعت دیگه. خیلی خوب باش فعلا. سلام آقا جمال. اقل کم جواب سلام میمونه بده. گفتم رئیس میشین هوای ما رو داری، الان دیگه جواب سلام نمونم نمیدی؟ آقا شما میشه را به را سرت نندازی پایین بیای تو؟ ناسلامتی کارمند اخراجی هستی ها؟ ما وقتی اخراج شدیم که افسار کار دست شما نبود، حالا شما دیگه رئیسی، تموم. منو برگردون سر کارم. بله؟ پاشو برو بیرون، پاشو برو بیرون، الان سر کله آقام پیدا میشه، دلم نمیخواد ببینتت، خلقش تنگ شه. پس تکلیف ما چیه آقا جمال؟ آقا مگه من شما رو اخراج کردم؟ برو همونی که بیرونت کرده از خودش سوال کن. اگه انقدری که هوای تو رو داشتم، هوای آقاتون رو داشتم، عمرن من از اینجا میکرد بیرون. ای به کار اینه که افسارم رو گرفتم دم به شما. مرتی که مگه زده به سرت؟ افسارتو گرفتم دم به پدرت. تو نه و شما. حرف زدن تن انگار یادت رفته. بشین آقا جمال. بشین کفری نه، شما هنوز جان فداییم آقا. هر کی از شما دیدم تا الان نه لب باز کردم نه به کسی گفتم، بعد از اینم نمیگم. ببین جان، یه طرفه که نمیشه آقا جان. درسته دهن ما مورمون بسته است، ولی بسته است واسه حرف. گوشتونون که میخواد. باشو برو. پاشم؟ پاشو برو که اگه یه دقیقه دیگه اینجا بشینی میگم بیان دستباتو بگیرم بهم زنت بیرون. فکراتو کردی آقا جمال؟ بله بله. پاشو برو گورتو گم کن. گورم رو گم کنم دیگه به این راحتی دستت به من نمیرسه دهنم رو ببندی دیگه، بحث یه قرون دوزارم نیست. آقا پاشو برو گورتو گم کن، دهنت هم هر چقدر میخوای باز بکن، هر اراجیفی هم که میخوای به هر کی دوست داری برو بگو. بلند شو. باشه. من کم از شما نمیدونم. گفتم برو گورتو گم کن. این تموم دیگه. تموم. باش. خیلی خوش اومدین. بازم تشریف بیارید. خواهش میکنم. پوریا بیا اینو ببریم تو. آقا تشریف میبریم؟ حساب دفتری هم جمع بکنید. چش آقا. آقا جمال این قضایی یادتو نره. درست ماشین.
سلام عزیزم. سلام. انگار اومدم تو بهشت. به پا مثل جدت ازش اخراج نشی. عقلم کمه. خاکشی واسه آقای که از صبح تا حالا زحمت کشیده خسته شد. خیلی خوشگل شده. اصلا انگار چی میگن این رویایی شده. ولی واقعیه. مامانت کجاست؟ سرش درد میکرد، گفت میخوابم. بده من این رو انجام بدم. بفرمایید شام. یه جوری هستی یا گرفته ای؟ آره. بابات؟ این جاور عوضی. آره. جل کرده دوباره برگرده سر کارش. تازه افتاده به تهدید کردن. که چی؟ بکنم قضیه من و تو رو فهمید. یعنی اطمینان دارم که فهمیده. میگه اگه برنگرده سر کارش همه داستانو میذاره کف دست آقام. تو چی گفتی؟ گفتم برو بابا غلطی دلت میخواد بکن. آفرین، تازه شدی اون آقایی که همیشه آرزوشو داشتم. وای چقدر منتظر این لحظه بودم. ولی فکر نکنم لحظه خوبی بشه. یه سره میشه دیگه. آره یه سره میشه. اما هیچ وقت دوست نداشتم همچین قضیه پیش بیاد. یعنی چی؟ ولش کن. نه ولش نمیکنم. منظورت اینه که ما تا آخر عمرمون باید قایم موشک بازی کنی؟ نه دیگه ولش کن دیگه میگم. نه اصلا ولش نمیکنم به هیچ عنوان. خاموش کن چراغو. خاموش نمیکنم. اتفاقا میخوام چراغ روشن باشه که رو کراس حرفامونو با هم دیگه بزنیم. این چیه که من هر دفعه میخوام یه حرف حساب بزنم تو میگی ولش کن؟ آخه جان مگه جنایت کردی؟ مگه دزدی کردی؟ مگه قتل کردی؟ چیکار کردی؟ تو زندگیت خوشبخت نبودی؟ با یه آدم دیگه ازدواج کردی که 2000 معنی خوشبختی رو بفهمی. مگه همیشه خودت همینو نمیگفتی؟ چیو؟ همینه که خوشبخت نبودی دیگه. مگه همیشه نمیگی اینو؟ چرا جواب نمیدی جمال؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ یعنی تو نمیدونی که خوشبخت بودی یا نبودی؟ پریوش میشه این بحث رو بذاریم برای یه وقت دیگه؟ نه خیر نمیشه. اون یه وقت دیگه شما کی میاد؟ شما خودت گفتی من تو زندگیم یه روز خوشم نداشتم، تازه با تو معنی زندگی رو فهمیدم. الان ترسیدی بابات بفهمه؟ خب بفهمه. من احمقم که فکر میکردم بالاخره یه روزی همه چی درست میشه. الان چی درست نیست؟ هیچی درست نیست. من یه شوهری دارم که باید مخفیش کنم. خیال کردی من دلم نمیخواد مادر شوهرمو ببینم، پدر شوهرمو ببینم، نمیدونم عید دیدنی برم خونهشون، سالگرد ازدواجمون دعوتشون کنم؟ آخه این انسانیه؟ این درسته؟ این حرفات چیه داری میگی پریوش؟ بابا تو زن منی. کدوم زن؟ تا حالا شده ما با هم دیگه بریم یه مسافرت؟ تا حالا شده ما با هم دیگه یه مهمونی بریم خونه فک و فامیلای من یا فک و فامیلای تو؟ نخه جونم، من زن نسیم. من شدم مثل این تعویض روغنیا. چی میگن این تنظیم موتور؟ هر موقع حالت بده، گرفت و گیر داری، نمیدونم با پدرت بحثت شده، پا میشی میای اینجا نق و نوق تو میکنی، حالت که خوب شد باز بر میگردی پیش خانوما. من چی کارم؟ هیچ کاره. یه چیزی ازت بپرسم راستشو میگی؟ بپرس. تو اصل حرفت همینایی که میگی یا نه یه ماشین مدل بالاتر میخوای؟ ببین من همین امشب میرم این ماشین مدل پایینو میذارم در خونتون که باشه مال خانومات. حرف من چیز دیگه است. من میگم بالاخره من کی یه زندگی واقعی دارم؟ کی یه شوهر واقعی دارم؟
این اومدن و بلافاصله غیب شدن و کی بالاخره تموم میشه؟ خودت نگفتی علم که اون آقای کیه؟ جابر میخواد بگه ناراحتی. خب یه سره میشه دیگه. ببین جمال، روک و راست دارم بهت میگم، من یک ثانیه دیگه این وضعیت رو نمیتونم تحمل کنم. فکراتو بکن. من نمیگم یا من یا اون، میگم منم مثل یک انسان واقعی، مثل یه زن واقعی باید سهم خودم رو داشته باشم. خانواده تو باید باور کنن یه کسی تو زندگی تو هست که تو دوست داری که باشه. پس خوب فکراتو بکن. من این دفعه کوتابیا نیستم. چه ماشین مدل بالا باشه چه نباشه، همین و همین. رفت؟ بله رفت. حرفاتونو شنیدم. لازمه این بدبخت رو اینطوری تو منگنه بذاری؟ اون بدبخت یا من؟ مادرشون، قربونت برم. خب این انتخاب خودت بود، این زندگی که خودت خواستی. وای مامان، تو رو خدا روزنامه نخونین، حوصله ندارم. آخه دورت بگردم، تو کی داشتی؟ کی داری؟ عزیز دلم، وقتی خواستی این کارو بکنی چقدر بهت گفتم نکن، قربونت برم نکن، عزیز دلم نکن، ولی به خرجت نرفت. الانم هیچ چی نگین، چون من خودم میدونم چی کار باید بکنم. مرد جماعت رو اگه پاتو نذاری بیخ خرخرش، نه به خودش میاد نه سرش به سنگ میخوره. باید بچسبونیش کنج دیوار. اون وقت اون مادر میشه زندگی؟ الان این زندگی من دارم؟ خودت خواستی عزیز دلم، خودت خواستی. هم میگه خودت خواستی. من چیو خواستم؟ خودت حوض کردی که یه شب از کف حیات بپری رو پشت بود. آها، پس منظور شما اینه که من باید زن پسر کبرا خانم چش بلبلی میشدم که واسه خاطر چند درقا صبح تا شب پشت گیشه تو بانک نشسته هی پول میشموره میده دست مردم، سر برجم که میشه از ترس اجاره خونه کابوس صابخونه میبینه. ولم کنین مامان. سب کن، قربونت برم الهی، سب کن مادر جون. آخه قربونت برم عزیز دلم، بقیه مردم مگه چی کار میکنن؟ همون شوهر پشت گیشه‌ای که داری تعریف میکنی یا قربونت، و شب که میاد خونه اگه یه لقمه نون و ماسته، نون و پنیره، میشینه کنار زن بچهش با لبخند و خوشحالی میخوره. آخر هفته هم دست بچه‌شون رو میگیرن میرن پارک، میرن خونه فامیل، میرن خونه پدر مادرشون. اون وقت چند سال باید طول بکشه بتونه یه تیکه طلا واسم بخره؟ وقت چقدر باید انتظار بکشم که دو تا از این پیرنا بتونه واسم بخره ها؟ چند سال باید صبر کنم که واسم بتونه انگشتر بخره، نمیدونم علنگو بخره؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، چند سال؟ هر چند سال که طول میکشی، ولی یه زندگی واقعی داشتی همراه با شوهر و بچه. آره دیگه، عین شما که یه عمر حسرت همه چی به دلتون موند. اشتباه نکن، من در کنار پدرت هیچ وقت حسرت هیچی رو نداشتم. مادر من اون 50 سال پیش بود، الان همه چیز عوض شده. اون قرصی که شما هر روز یه دونه میخوری میدونی قیمتش چقدره؟ خبر نداری دیگه. اون ماشینی که شما دربست میگیری میری خونه خاله برمیگردی میدونی هزینه‌اش چقدره؟ خبر نداری، نمیدونی.
پس تو کار من دخالت نکن، سرتو بنداز پایین، برو بشین با خاله از روزگار خوش گذشته با هم دیگه صحبت کنین. الو، سلام خواهر، خوبه؟ چیزی نشده؟ نه، فقط زنگ زدم بگم فردا نمیتونم بیام. به آرش تو سلام برس. شبت خدا. شام خوردی؟ نه، همه خوابن، بیا آشپز کن. شام داریم تو خونه؟ چی؟ شام. آره، اگه میشه روشنش کن. بسه؟ ازت متنفرم. میدونم. نه، نمیدونی.
چرا؟ میدونم. خیلی وقته میدونم. نمیدونی. واسه اینکه خیلی وقت نیست. تازه اینطور شدم. چرا؟ برای اینکه کاری کردی که از خودم متنفر شدم. خیلی وقتی غذا تو خوردی ظرفا رو بذار گلیم فردا میشوره. شمارم خاموش کن. فکر سینه خودت نیستی لاغر، به فکر مردم این شهر باش. معلومه مردم این شهر چی کار دارن؟ به نظر من که نصف آلودگی این شهر از سیگار کشیدنهای توه. بیا حالا کدوم یکی از کشتیات غرق شده؟ کشتی غرق نشده، یه کشتی با بارش پیدا شده، موندم به کی بفروشم. باز از اون حرف واستا؟ یه کشتی با بارش پیدا شده از دست تو. فت یه چیزی از آقا جمال پیدا کردم قد گنج میارزه. همون که گفتی یه جایی سرگوشش میجنبه؟ نه بابا، اون در برابرش هیچه. میگم گنج. از زن بچه دار شده. برو بالا، عقلم بالاتر از این قد نمیده. خب بگو چی شده. قتل. وای. بله وای، خیلی هم وای. آقا جمال آدم کشته. کیو؟ همین دوست بابا شامیزو. جابر تو قول دادی که دیگه چیزی نمیکشی. بله که نمیکشم، چرت و پرت هم نمیگم. خودم تا قصدگاه دنبالش رفتم، وایستادم اومد بیرون رفت. فرداشم رستم زنگ زد گفت شامیز دیشب همونجا کشته شده. این جمالم قبلنا هی میگفت نمیذارین خدا بیامرز بیاد تو سالن. فت کارشو کرد. مطمئنی؟ میگم پاک پاکم پاک. چشام هم آلبالو گیلاس نمیچینه. همونقدر که مطمئنم من جا برم تو افت، اونم مطمئنم. خب اگه اینطوریه چرا نرفتی پلیسی آگاهی چیزی رو خبردار کنی؟ من مغز خر خوردم، چرا این کارو بکنم؟ میگم گنج پیدا کردم، میخوام بفروشم به طالبش. به آقا جمال؟ نه بابا، آقا جمال خرتر از اون حرف هست. البته اون نه، من خر بودم میخواستم بفروشم به اون. افت مشتری بهتر براش پیدا کردم. کی؟ خود یاور چلویی. افت فکر میکنی اگه آقا یاور بفهمه پسری یکی دونش آدم کشته چه حالی میشه ها؟ فکر میکنی آقا یاور چقدر حاضر به سلفه که این صداش در نیاد؟ گنج افت، گنج. دیگه دوره یه قرون دوزار تموم شد. دوره چه کنم دستنگی. از این بزن، از اون بزن، قرض، قوله، قناعت. الان یاور چلوی تو چنگمه. حالا چرا اینقدر کلافه ای؟ تو این فکرم چجوری بزنمش تو ویترین؟ آقا جمال رو؟ بابا تو چقدر شوتی؟ جمال کیه؟ جمال چیه؟ میگم خبرم رو چجوری بزنم تو ویترین؟ ندیدی؟ تو این مغازه چیزای گرونشون میذارن پشت شیشه دل مشتری آب کنن. منم میخوام ببینم خبرمو چجوری بفروشم به یاور. فکر کردی چجوری؟ بله فکر کردم. اول باید زمین بازی رو پیدا کنم. زمین بازی خیلی مهمه افت، خیلی. اینکه کجا میخوام بهش بگم، بعدم چجوری میخوام بهش بگم، چجوری میخوام خبر رو شیرین کنم، قیمت رو چجوری ببرم بالا. بابا حساب کتاب داره، همینطوری قزن قورتکی که نمیشه. تو برو بخواب، بارو نمیفهمی این چیزا رو. من باید فکر کنم ببینم این
یاور رو چجوری راضی کنیم سر کیسه رو شل کنه؟ چکای خوشقد و قامتون میکشید چاق و چله بکشه بده آقا جابر. سلام آقا. اگه بهت نگفتم دیگه نمیخوام چشمم به ریختت بخوره. کار دارم آقا. گفتم برو دفتر حسابتو بکن، طلبتو بگیر، سنواتتو بگیر، تو رو به خیر و ما رو به سلامت. به نفعتونه، به حرفم گوش کن آقا. حرف زدن با تو هیچ نفعی برای من نداره جز اینکه دری بری بگی. امتحانش که ضرری نداره آقا. واسه من چرا؟ وقتمو به دری بری های تو نمیدم. آقا یه دقیقه به حرفان گوش بدین. اگه خبری که واسه تون آوردم اندازه همه خطا میارزید که هیچ. اگه نه من اصلا حقوق و سنوات و هیچی نمیخوام، به جون بچه‌م ویران نمیگم. خیلی خوب بگو. آقا اینجا که نمیشه، مفصله. اگه اجازه بدین من سوار ماشین شم. شما همینجوری که بیا چطور سوار شی بریم خیابونای بالاشهر دور دور کنیم. اگه حرفی داری الان بگو، اگه مفصله دو ساعت دیگه بیا سالون. عرض میکنم آقا خبرم خیلی مهمه، ولی همون که گفتم یا الان حرفتو بزن یا اگه مفصله دو ساعت دیگه بیا سالون بگو. به سلامت. حالا سب کنه یا ور چلویی وقتی زدم تو برجکت ببینم باز بلبل میکنی یا زبانت برمیه. میگم کباب دیروزت گوشتش ریشه داشت، بگو ریشه داشت. نمیخوام کباب اینجوری بده دست ماش داری. ملتفت؟ بله آقا ملتفت. ما طبق این لیست تحویل بگیر. ببخشید آقا جمال، این روزا آقا یاور خیلی پکره. شما به کارت برس. نشونی برای پیدات نشه. با آقا یاور کار دارم. نگار تو دک و در ندین جلو و لورده نشه، نمیخوای دست برداری؟ خودش گفت بیام، میخوای برو بپرس. بپرسم. آقا کمالی. بله. از آقا بپرس میخوان ایشونو ببینن یا نه. گفتم بیاد بره بالا. باشه. او کمالی. بله.
سلام آقا. حرفتو بزن. چشم آقا. میدونم عرضمو که گفتم. میفهمین من چقدر حق نون و نمک شما رو داشتم آقا. من 23 سال خدمت شما رو کردم. یه اشتباهی کردم آره. ولی امروز اومدم بگم من جان نثارم آقا یاور. به جون بچه‌م. جابر. جان جابر آقا. رود درازی رو تمام کن. حرفتو بزن. خبری که میخواستی بدی بده. آخه آقا قربون اون تاق سیبیل خبرم خیلی مهمه. پس بگو دیگه. اگه خبرم واسه شما طلا بود چی آقا؟ یه رنگ نیناشناش میذارم واسه میرخصم. ببین این درسایی که تا الان داری میخونی من 50 سال پیش خوندم و امتحانشو دادم و شاید اول شدم. این که حالا نمیدونم خبر رو داغش کنم و مشتری رو تشنش کنم من کتابشو نوشتم. حالا یا حرفتو بزن یا بزن به چاک. ملتفت؟ باش آقا میگم باش. فقط میدونم چند دقیقه دیگه میگین بابا این جابر عجب آدم وفاداری بود واسه من. میخوام همینو بگم. یعنی میخوام قبل از خبرم آقا یه چیزی رو بدونی. آقای من، ارباب من، اینو بدون، چیزی که من الان تو این اتاق به شما میگم تو این سینه من میمونه تا قبر. یعنی اگه شما بخواید من از سینه من میشورم میره. انگار نه انگار، میخوام اینو بدونی. تمام شد؟ بله آقا. حالا حرفتو بزن. آقا آقا ما میدونیم آقا شامیز مرحومو کی کشته. قضیه واسه من شوخی نیست که یه باش دریوری سر هم کنی واسه من که خیال میکنم و خواب دیدم و اینا رو بچسبونی به هم. واسه من بازی دراری. وقتی حرف شما نیز وسطه من اون یه ذره رهنی هم که واسه آدم های مثل تو دارن میجوان توف میکنم تو موال. ملتفت از دریوری نبافی که دریوری نیست آقا. میگم من میدونم کیه. خودم دیدم. یعنی با چشمای خودم دیدم. آقا وقتی میدونم میگم قاتل آقا شامیز کیه انقدر سفت و سخت که مثلا انگار به شما بگم میدونم اسم من جابره. یعنی میخوام بگم من میدونم قاتل کیه. همینا همین. خب بگو ببینم قاتل کیه. آقا طاقتشو دارین؟ حرف زیادی نزن. بگو قاتل آقا شامیز کیه. اگه یه دفعه دیگه ازت بپرسم جواب سر راست نشنفم دندوناتو بریزم کف این اتاق. مرتفت خب حالا بگو قاتل آقا شمیز کیه. آقا جمال پسرتون. کش راحتم.